آقا رسول الله فرمودن من بین دو جاهلیت مبعوث می شدم، یعنی پس از من هم دوباره جاهلیت باز خواهد گشت و شاخصه های اونها رو فرمودن. آدم بررسی میکنه میبینه مونه میزنه با زمان خود ما. در اینجا اصحاب از سخنان حضرت به شگفت آمدن، عرض کردن یا رسول الله مگر اینان بت پرستن؟ آری پول میشه خداشون، کل درهم عندهم صنم، پول میشه بتشون، همه چی رو بر مبنای پول میسنجن. آقا هر کسی یه قیمتی داره، همه چی شد مبنا پول. کل درهم عندهم صنم. تمدن غرب که شکل گرفت مبناشو گذاشت روی اصالت انسان و لذت‌های خودم. منزلت اجتماعی چی تعیین میکنه؟ پول. آقای مدیر بهترین کت شلوار، بهترین ماشین، راننده، بهترین طبقه این ساختمون، بزرگترین و شیکترین اتاق، بهترین غذاها برای آقای مدیر میره. آبدارچی خیلی انسان شریفی ها، باشه کوچکترین اتاق مالونه توی شرکت. بزرگترین اتاق مال مدیر است. چرا؟ مدیره تولید ثروت بیشتری میکنه. قوانینم برای پولدارا آروم آروم تغییر میکنه. افتاده زندان طرف، تو زندان متفاوت زندگی میکنه. نوبتی باید مسترها رو بشورن. یکی از زندانی بدبخت میگه که داداش هر بار شستی من 50 بهت میدم. طرف تازه اومده تو زندان کف خوابه، یعنی بعد همون کف سالن بخوابه، یه خورده رشد بکنه، پیشرفت کنه، درجه بگیره، بره تو سلول کف بخوابه، بعد تختای به درد نخور، بعد بهترین جا. همون روز اول رفته مایه داره، تخت چند پول دارم، اینجام رفاهو برای خودم میخرم. آدم کشتم، رزتشونو میگیرم. چجوری رزتشونو میگیری؟ خیلی ناراحتن. هر کسی مالکشالله یه قیمتی داره. چقدر داداش؟ یا این آپارتمان 8 میلیاردی رو بگیر رزت بده، زدیم ننه تو کشتیم. خب آقا حالا این اوکی، بعدش چی؟ بعد عمومی جرم مونده. باشه اونم حلش میکنیم، قابل حله. بهترین وکلا رو به استخدامه، وکلایی که شخ میزنن، لامه های بند و تبصرهای پیدا میکنن، وثیقه میذارن. پول داری؟ وثیقه داری میای بیرون؟ آدم کشته بود که. باشه حل شد. چرا حل شد؟ پول داره. کار غیرقانونی صورت گرفت؟ نه. چرا؟ چون تو این جوامع قانون برای پولدارا نوشته میشه. قوانینی که الان تو مملکت ما هم داره نوشته میشه خیلیش برای پولداراست. و چون مایه‌دارترین زیباترین زنها در خدمت او، پول داره، حوصله نداره یه ساعت تو هواپیما نشسته، دوست نداره چارت سیبیلو ببینه. تو هواپیما هم برید بگردید، من یه ساعتی که تو هواپیما تشریف دارم خوشگلاتون رو جدا کنید بیاد جلو چشم. و شغل خدمت به پول دارا بشه ارزش، خودش که نمیتونی بشی، نمیذاره بشی، اما خدمت به او بشی ارزش. بعد ببینید یه مش جوون صبح تا شب دارن سرکله میشکنن که این مشاغل رو به دست بیار. چرا؟ شغل خدمت به پول داراست، به خدایان جدیده. چون شعنیتش نمید خداهای جدید اینان، بتهای جدید اینان. فلزا تو این جامعه ای که مبنا شد پول، ارزش اجتماعی به چیه؟ پول دارتر بودن. برای اینکه تو ارزش اجتماعی بیشتری داشته باشی باید چیکار کنی؟ بگی من مایه‌دارترم. چجوری باید بگی من مایه‌دارترم؟ باید نشون بدی. چجوری باید نشون بدی؟ با لباست، با حرف زدنت، با مثالایی که میزنی، با عکسایی که از خود میذاری توی اینستاگرام. حتی یه سری بدبخت ها وجود دارن که دیگه چی؟ عداشو در میارن، یعنی شبیه پول دارا زندگی میکنن، چون اون شده برند، چون شده مبنا. ببینیم میخوام بین خارجی ها با اینو مثلا پول دارا باشه و چیکار کنه؟ یه ماشین حداقل 1 میلیاردی سوار شه، یه خونه 2-3 میلیاردی هم داشته باشه. 2-3 میلیارد یعنی چیه تو تهران؟ بعد خب این زندگیش یه جور خاصه، قیافش یه جور خاصه، لباساش برنده، لاکچریه، یه سگ داره تو خونهشون، نشون باش عکس میگیره، فیلم میذاره فلان. حالا تو میخوای عده اونو در بیاری؟ ماشینه رو که نداری، سفر اروپاییه که نداری. سگه رو میتونم داشته باشم، میرم پول قرض میکنم سگه رو میخرم 2 تومن. لباسان هم میتونم داشته باشم، تاناکورا. متوجه چی شد؟ اینجا تو یک صورت فیکی میسازی از اون زندگی اصلی که او داشته. یعنی به خود اون رو ما داریم بحث میکنیم که آیا درست همچین چیزی یا نه، که اثبات میکنه خودش رو هواه.
بعد این باز بدبخت چی که خب چرا میخواد عد اونو در بیاره؟ ما تو مناطقی مثل پردیس، فردیس نه پردیس تهران سمت رودنبومه، یا پرند، قشر متوسط به پایین رو داریم رفتن ساکن شدن اونجا. اما نکته جالب وقتی میره اونجا به شدت سگگردانی تو چشت میخوره. قشر اونجا شکل گرفته که دوست داره طبقه متوسطی، متوسط به پای متوسطی که دوست داره ادای پولدارا رو در بیاره. چرا؟ چون این برنده، چون این کلاس داره. ذات پول پرستانه و اصالت ثروت جامعه رو تهی میکنه از انسانیت.